برای گفتگوی بیشتر در این زمینه نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار از شهر مالمو در سوئد همراه ما هستن. خانم دوستدار، حدود یک هفته از دستگیری توماج صالحی میگذره. در این یک هفته گذشته ما شاهد واکنش‌های بسیاری بودیم در این رابطه. ارزیابی شما از این طوفانی که به راه افتاد برای دستگیری توماج صالحی چیه؟ نکته خیلی قابل توجهی هست که دستگیری یک هنرمند که خب به هر حال تعلق داره به یک سبک ویژه موسیقی که ممکنه مورد پسند یا علاقه گروه زیادی از مردم نباشه، کما اینکه مورد پسند گروه دیگری هست، تا این حد واکنش داشته و باعث شده که افراد مختلف از گروه‌های مختلف با پیشینه‌های مختلف و باورهای سیاسی و موضع‌گیری‌های متفاوت همه توجهشون به این موضوع جلب بشه و حتی کسانی که خودشون به گفته خودشون اساساً مخاطب این موسیقی خودشون رو نمی‌دونستن یا حتی پیش از اون توماج صالحی رو نمی‌شناختن، توجه می‌کنن به این موضوع و میرن شنونده آثار این هنرمند میشن و واکنش‌های متفاوتی رو تو شبکه‌های اجتماعی نشون میدن و حتی دامنه این واکنش ها به نهادهای حقوق بشری میرسه. ما میدونیم که عفو بین الملل محکوم کرده بازداشت توماج صالحی رو و همینطور طوفان های توییتری در این زمینه را افتاده. افراد حتی در سطح شهر اقدام به شعار نویسی کردن یا اطلاعیه ها و برگه هایی رو منتشر کردن برای اینکه در این زمینه اطلاع رسانی بکنن و خب این نشون میده که اولا ماهیت موسیقی اعتراضی توماج صالحی به نحوی بوده که گروه های متفاوتی باهاش ارتباط برقرار میکردن از نظر معنایی و خودشون رو به نوعی هم راستا میدیدن با اون اعتراضی که توی این آثار مطرح میشده و خب به نظر میرسه که در طول یک هفته که گذشته این نوع در واقع هماهنگی و هم نظری بین گروه های مختلف مردم بسیار نکته مهمی هست. اما در رابطه با خود دستگیری توماج صالحی، چرا جمهوری اسلامی انتقاد در حد شعر و ترانه رو هم نمیپذیره و با منتقدینش با دستگیری و زندانی کردن اونها برخورد میکنه؟ خب مسئله آزادی بیان در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نمیشه در هیچ سطحی. حالا آثار توماج صالحی که به صراحت فساد سیاسی اقتصادی و سرکوب رو در جامعه در اقشار مختلفی که به هر حال به نحوی با این سرکوب همراه هستن هدف قرار میده، بلکه چیزهای بسیار ساده تر از این، انتقادات بسیار ساده تر از این در رسانه ها امکان مطرح شدن ندارن. افراد به دلیل همین فشارهایی که وجود داره، شهروندان عادی از بیان نظرات خودشون در کوچه و خیابان و شبکه‌های اجتماعی ابا میکنن و اون رو میپوشونن. مسئله اینه که تجربه نشون داده به شهروندان که آزادی بیان و استفاده از اون در جمهوری اسلامی هزینه های سنگینی داره. به همین دلیله که ما میبینیم ماموران اطلاعات با در هنگام بازداشت توماج صالحی با این همه خشونت رفتار میکنن و به نحوی از طریق اعمال این خشونت این پیام رو به سایر افراد جامعه هم میخوان منتقل بکنن که خب ما بر نمیتابیم چنین حجمی از انتقاد و اعتراض رو، و بقیه افراد هم به این ترتیب میخوان در واقع بهشون خشونت بدن که جلوی آزادی بیان سایر اقشار جامعه رو بگیرن. اما آیا نتیجه هم داره و واقعا صدای معترضان خاموش میشه با این دستگیری ها؟ ما داریم در شرایط زندگی میکنیم که هر گوشه ایران هر روز شاهد اعتراضات مختلف گروه های مختلف مردم هست، از معلمان و کارگران گرفته تا مالباختگان و کسانی که به هر ترتیب به هر حال خودشون رو در این جامعه تحت تبعیض و ظلم احساس میکنن. و از طرف دیگه داریم میبینیم که دستگیری یک هنرمند معترض مثل توماج صالحی به نوع همبستگی در بین مردم مواجه میشه. همونطور که پیشتر اشاره کردم، افرادی که حتی این هنرمند رو نمیشناسن به صف هوادارانش میپیوندن. خب این نشون میده که اقدامات جمهوری اسلامی در واقع خلاف اون چیزی که دنبال میکنن، اون سیاستی که دنبال میکنن نتیجه میده. یعنی هرچه که صدای اعتراضی برند میشه، وقتی به این صراحت و بیان میشه، افراد دیگری رو هم تشویق میکنه. به رغم اینکه هدف جمهوری اسلامی سرکوب هست و ترسوندن مردم هست، اما میبینیم که این در واقع موج اعتراض ها گسترده تر میشه و به سایر اقشار جامعه هم کشیده میشه. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار از مالمو، ممنونم از توضیحاتتون.